درود بر شما پارسی زبانان سراسر دنیا. به ساند کافه خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد از فعال کردن علامت زنگوله لایک و کامنت یادتون نره. ناصر حجازی. ناصر حجازی 23 آذر 1328، دوم خرداد 1390، دروازه‌بان پیشین تیم تاج تهران استقلال امروزی و تیم ملی ایران بود. حجازی یکی از بهترین دروازه‌بانان تاریخ ایران و آسیا است و دروازه‌بان اول تیم ملی فوتبال ایران در دهه 50 بود و دو قهرمانی در جام ملت‌های آسیا، یک قهرمانی در بازی‌های آسیایی و شرکت در المپیک و جام جهانی فوتبال را در کارنامه دارد. او همچنین به همراه تیم تاج قهرمانی در جام تخت جمشید و جام باشگاه‌های آسیا را تجربه کرده است. ناصر حجازی همچنین سابقه 4 بازی با لباس تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس را در کارنامه خود دارد، ولی به دلیل عدم صدور رضایت‌نامه به ایران بازگشت. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال ناصر حجازی را 41مین دروازه‌بان برتر قرن 20 جهان و دومین دروازه‌بان برتر قرن 20 قاره آسیا پس از محمد الدعایی عربستانی معرفی کرده است. روزنامه نیونیشن سنگاپور در 27 فوریه 1980 حجازی را به عنوان یکی از 10 دروازه‌بان برتر جهان برگزید و وبسایت ESPN نام او را در فهرست 10 بازیکن برتر قاره آسیا در تمامی ادوار مسابقات جام جهانی قرار داده است. ناصر حجازی با رکورد 837 دقیقه در بست نگاه داشتن دروازه دارای رتبه 134 جهان از نگاه فدراسیون آمار و تاریخ فوتبال جهان است. حجازی در دوران مربیگریش تیم استقلال تهران را به عنوان نایب قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا و قهرمانی لیگ آزادگان رساند. او که به عنوان یکی از بزرگترین اسطوره‌های باشگاه استقلال شناخته می‌شود، در روز دوم خرداد 1390 پس از تحمل مدت‌ها رنج ناشی از بیماری سرطان ریه در بیمارستان کسرای تهران درگذشت و در تاریخ 4 خرداد ماه 1390 خورشیدی در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. ناصر حجازی و غلامرضا تختی تنها چهره‌های ورزشی هستند که نام آنها در مجموعه کتاب مفاخر و نام‌آوران ایران زمین قرار گرفته است. در آبان ماه 98 نیز نام خیابان بلوار فردوس غربی تهران به نام ناصر حجازی تغییر داده شد. ناصر حجازی در تهران زاده شد و همراه پدر، مادر، 4 خواهر و 1 برادر در این شهر زندگی می کرد. پدرش زاده ی محله لاله تبریز بود و در تهران آژانس املاک داشت و مادرش زاده ی خرم‌دره. وی دوره دبستان را در دبستان هخامنش و دوره دبیرستان را در دبیرستان‌های ابو مسلم، سعادت، سینا، سهند و شرق طی کرد. وی در تیم فوتبال دبیرستان ابو مسلم در گوشه راست و دروازه‌بانی بازی می‌کرد. همچنین در تیم بسکتبال این دبیرستان حضور مستمر داشت. دبیرستان ابو مسلم در خیابان ابو سعید در نزدیکی میدان منیریه تهران، حوالی منزل سابق وی واقع شده بود. در سال 50 وارد مدرسه عالی ترجمه شد و در سال 56 لیسانس خود را دریافت کرد. در دوره مربیگری تیم ماشینسازی تبریز، منطقه لاله تبریز، زادگاه پدرش، پاتوق تفریحی ناصر حجازی بود. خود حجازی گرایشش به فوتبال را اینگونه تعریف می کند: من فوتبال را فقط به صورت تفریحی دنبال می کردم و رشته اصلی من بسکتبال بود و حتی برای تیم جوانان بسکتبال ایران هم انتخاب شدم و ماجرا از اینجا شروع شد که روزی با دوستان به تماشای بازی آموزشگاهی که تیم مدرسه ما هم در آن شرکت داشت رفتیم. در همان روز دروازه‌بان تیم مدرسه ما آسیب دید. مربی تیم مرا صدا زد و گفت ناصر بیا درون دروازه بایست.
من هم گفتم آقا اصلا من نمیتوانم، من فقط گاهی فوتبال بازی میکنم، اون هم هافبک تیم، نه دروازه‌بانی. مربی دست بردار نبود و میگفت تو قد بلندی داری و بسکتبالیست هم بودی، حتما میتوانی چند توپ هوایی را بگیری. خلاصه با اصرار مربی و با ترس و لرز و دلهوره رفتم درون دروازه. آن روز برای من یک روز به یاد ماندنی و خاطره انگیز است. خودم هم باورم نمیشد که چرا با وجود آنکه برای اولین بار درون دروازه ایستاده بودم اینقدر خوب توپ میگرفتم. بازی که تمام شد همه تماشاگرانی که برای دیدن مسابقه آمده بودند تشویقم کردند. همسر ناصر حجازی خانم بهناز شفیعی نام دارد و حجازی از او دارای دو فرزند به نامهای آتوسا و آتیلا است که هر دو فوتبالیست بودند. آتیلا چند سال در تیم استقلال تهران بازی کرد و آتوسا هم اولین کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران بود. داماد ناصر حجازی همسر خانم آتوسا سعید رمضانی هم بازیکن حرفه‌ای فوتبال بود و فرزند آنها نیز امیر ارسلان نام دارد. تیم فوتبال نادر در دسته دوم باشگاه‌های تهران اولین باشگاه حجازی بود و از همان تیم به تیم ملی جوانان و تیم ملی بزرگسالان رسید. در سال 48 به تاج پیوست و در همان سال اول قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا و جام تخت جمشید را با تیم تاج به دست آورد. وی تا پایان دوران بازیکنی خود به جز 5 سال از 9 دی ماه 54 تا 17 دی ماه 59 دروازه‌بان تاج استقلال تهران بود و با این تیم چندین دوره قهرمانی در لیگ کشور، جام باشگاه‌های تهران، جام حذفی ایران و جام باشگاه‌های آسیا را جشن گرفت. وی از 9 دی ماه 54 برای تیم شهباز بازی کرد. مدت کوتاهی پس از جام جهانی 1978 با تیم منچستر یونایتد تمرین می کرد، ولی عدم صدور کارت ITC به دلیل نبود فدراسیون فوتبال منسجم در ایران مانع از حضور حجازی در لیگ انگلیس شد و حجازی به ایران بازگشت. او در 17 مرداد 56 در بازی تیم‌های شهباز و بانک ملی جای خود را در درون دروازه شهباز به ناصر وسوق داد. ایرج سلیمانی سرمربی تیم در 15 دقیقه مانده به پایان بازی حجازی را به جای علی مناجاتی وارد زمین کرد و در خط حمله بازی داد. شهباز این بازی را 2-0 برد. حجازی در پایان دوران بازیکنی خود به بنگلادش رفته و پس از مدت کوتاهی دروازه‌بانی در تیم محمدان سرمربی این تیم شد. ناصر حجازی در 30 اردیبهشت ماه 1390 در حین تماشای دیدار تیم فوتبال استقلال مقابل پاس همدان در روز آخر لیگ برتر به دلیل وخامت حالش به کما رفت و در حالی که از بیماری سرطان ریه رنج می برد در تاریخ 2 خرداد ماه 1390 در ساعت 10:55 دقیقه صبح در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. ناصر حجازی در طول 18 ماه بیماری هیچ گونه کمک دولتی را قبول نکرد. او درباره بیماریش و حضور مسئولان دولتی در کنار خود در بیمارستان گفته بود: خیلی از مسئولان آمدند. من احتیاجی به کمک آنها نداشتم. آنها عددی نیستند که بخواهند به من کمک کنند. در اندازه این حرف ها نیستند که بخواهند به ناصر حجازی کمک کنند. مراسم تشییع جنازه ناصر حجازی ابتدا قرار بود در سه‌شنبه 3 خرداد ماه 90 برگزار شود که با درخواست های اهالی ورزش و فوتبال و هواداران او به دلیل اینکه عده بیشتری بتوانند در این مراسم شرکت کنند به 4 خرداد موکول شد. همچنین قرار بر این بود که ناصر حجازی در ورزشگاه شیرودی تشییع شود که با مخالفت شورای تأمین روبرو شد و مراسم تشییع به ورزشگاه آریامهر آزادی انتقال یافت. سپلاتر در نشست ژوئن 2011 کنگره فیفا نام کسانی را برد که در سال گذشته از خانواده فوتبال درگذشتند و در میان آنها نام ناصر حجازی هم از ایران مطرح شد و بلاتر با صحبت درباره ناصر حجازی به احترامش 1 دقیقه سکوت در کنگره اعلام کرد.
مرتضی پاشایی خواننده پرطرفدار و محبوب موسیقی پاپ قطعه‌ای به نام تو رفتی را برای ناصر حجازی خواند و به او تقدیم کرد. سپلاتر رئیس فیفا با ارسال نامه‌ای به علی کفاشیان ابراز تأسف نموده و به طرفداران ناصر حجازی تسلیت گفت. سر الکس فرگوسن مربی وقت منچستر یونایتد در دوران بیماری ناصر حجازی در نامه‌ای برای سلامتی و بهبودی او دعا کرده بود و ناصر حجازی نیز در نامه‌ای از ایشان تشکر کرده بود. در برنامه 92 خرداد 90 یک مسابقه پیامکی پس از درگذشت ناصر حجازی برگزار شد و بر اساس آن شرکت کنندگان در مسابقه با فرستادن عدد 1 یاد ناصر حجازی را گرامی داشتند. به این برنامه بیش از 4.5 میلیون پیامک رسید. این تعداد یک رکورد جدید از لحاظ ارسال اسمس در یک برنامه تلویزیونی در ایران می باشد. ناصر حجازی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 84 ثبت نام کرد و گفته بود که اگر تایید صلاحیت شود 30 میلیون رأی می آورد و اعلام کرده بود که در صورت پیروزی در انتخابات احمد نیککار را به عنوان معاون اولی برمی گزیند ولی شورای نگهبان صلاحیت او را برای شرکت در انتخابات رد کرد. او پس از ثبت نام به روزنامه ها گفت چه ایرادی دارد ورزشی ها هم کار سیاسی انجام دهند؟ الان که در ورزش ما سیاستمداران فعالیت دارند، حالا چه ایرادی دارد مثلا حجازی کار سیاسی کند؟ من شرایط اولیه را که برای ثبت نام دارم، اگر صلاحیت من را تایید کردن که شرکت می کنیم و فکر نمی کنم ایرادی داشته باشد. اما اگر شرکت ما ورزشی ها در انتخابات سیاسی ایرادی دارد، پس چرا سیاسی ها در کار ورزش ورود می کنند؟ یک بیت شعری که ناصر حجازی آن را زمزمه می کرد این بود: من آن گلبرگ مغرورم که می میرم زبی آبی، ولی با خفت و خاری پی شبنم نمی گردم. روحش شاد، یادش گرامی. سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.